صحبت کردن با خود و گفتگوی درونی یک عادت عمیقی است که در درون انسان ریشه دارد و ترک این عادت برای اکثر ما بسیار دشوار است. صحبت کردن با خود همانند خوردن و آشامیدن طبیعی است. ما نمی توانیم به سادگی جلوی این گفتگوی درونی را بگیریم و اصلا نیازی هم نیست که این کار را انجام دهیم. ولی آنچه ما می توانیم کنترل کنیم ماهیت و جهت این گفتگوهای درونی است. این گفتگوی درونی بسیار مهم است و متاسفانه بسیاری از ما از تأثیر عمیقی که این گفتگوی درونی بر شکل دادن به شرایط زندگی ما می گذارند ناآگاه هستیم. در اصل گفتگوهای درونی ما ریشه هایی در ناخودآگاه ما دارند که واقعیت زندگی ما از آن سرچشمه می گیرند. جنس گفتگوی درونی ما بسیار مهم است و ما باید به آن آگاه باشیم. دوست من، اگر می‌خواهی مسیر زندگیت را تغییر دهی و به سمتی که می‌خواهی حرکت کنی، باید جنس گفتگوی درونیت را تغییر دهی و گفتگوهایی که ریشه در گذشته دارند را کنار بگذاری. فراموش نکن که گفتار تو آینه ای از افکار توست. برای تغییر افکارت خیلی مهم است که گفتارت را تغییر دهی، یعنی مکالمات ذهنی که در درون خود داری را آگاهانه تغییر دهی. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم قلمروی از پتانسیل های بی نهایت است. هر آنچه در زندگی خود می بینیم را خود آگاهانه یا ناخودآگاه شخصا یا جمعی خلق کرده ایم. این واقعیت زندگی به طور پیچیده‌ای با مکالمات ذهنی که ناخودآگاه تجربه می‌کنیم گره خورده است. اما تو به عنوان یک انسان آگاه و بیدار باید از گفتگوی درونیت آگاه باشی و به آن هدفمند مسیر دهی. زیرا مکالمات ذهنی تو مسیر زندگیت را مشخص می‌کنند. در واقع گفتگوهایی که در درون خود انجام می‌دهیم نقش مهمی در شکل دادن به تجربیات ما دارند. تلاش برای تغییر دنیای بیرون قبل از پرداختن به دنیای درون شبیه به مبارزه با نظم جهان هستی است و گفتگوی درونی جزی از دنیای درون ماست. ما اغلب در طول روز و شب درگیر گفتگوهای درونی منفی هستیم و با این حال امیدواریم که کنترل زندگی خود را در دست داشته باشیم. امکان پذیر نیست. دوست من، بدون این که بدانی مکالمات درونی منفی تو عامل ناامیدی و بی‌انگیزگی است، عامل این شرایطی است که تو اکنون در حال تجربه کردنش هستی. اگر به گفتگوی درونی خود آگاه نشوی ممکن است تو را در یک چرخه منفی بی پایان سرگردان کند. نسبت دادن مشکلات خود به عوامل خارجی به جای تشخیص منبع واقعی که در درون است کاری است که اکثر انسان‌ها انجام می‌دهند. به همین دلیل همین افراد در کل زندگی خود موفق به تغییر نمی‌شوند. تجربیات بیرونی ما انعکاسی از افکار و مکالمات ذهنی ما هستند. آنچه که ما روی آن تمرکز می‌کنیم در واقعیت زندگیمان نمایان می‌شود. آنچه واقعاً اهمیت دارد ابتدا افکار و بعد اعمال ما در زمان حال است، حتی اگر اثرات آنها بلافاصله قابل مشاهده نباشند. رویدادها و اتفاقات زندگی بازتابی از دنیای درون هستند. دوست من، کلید خلق آگاهانه زیبایی ها گفتگوی درونی مثبت است. گفتگویی که از روی بی‌نیازی و در قالب شکرگزاری باشد. گفتگوهای درونی ما به طور مداوم در رویدادهایی که با آنها در زندگی روبرو می شویم در اطراف ما آشکار می شوند. بنابراین برای دیدن و شنیدن واقعیتی که از زندگی می خواهیم و به دنبالش هستیم ابتدا باید آن را در درون تصور کنیم و حتی بشنویم. اگر ما بر هنر گفتگوی درونی کنترل شده مسلط شویم، هیجان گفتگوی درونی با اطمینان از آن چرا که می‌خواهیم به دست بیاوریم را کشف می‌کنیم و این کار باور ما را در تحقق خواسته‌هایمان مستحکم می‌کند.
استفاده آگاهانه از قدرت تخیل به ما این امکان را می دهد که انرژی های عظیم خلاقانه گفتگوی درونی خود را از قلمروی ذهنی و عاطفی به حوزه فیزیکی هدایت کنیم. دوست من، یکی از نکات بسیار مهم برای تحقق اهدافت هماهنگی بین گفتگوهای درونی و حالت دلخواه یا خواسته های توست. تو نمی توانی دارای گفتگوی درونی منفی باشی ولی در سر اهداف بزرگی را دنبال کنی. باید صدای درونت با اهدافت هم مسیر باشد. در غیر این صورت اهداف محقق نمی شوند. گفتگوی درونی تو باید با اهدافت مطابقت داشته باشد. شاید از خود بپرسی که گفتگوی صحیح درونی چگونه است؟ دوست من، گفتگوی صحیح درونی آن چیزی است که ندای یک هدف تحقق یافته را منعکس می کند. عارفان از دو نعمتی که به انسان عطا شده سخن می گویند، ذهن و کلام. آنها می گویند در صورت استفاده صحیح از این دو نعمت ما می توانیم به سوی قلمروی الهی حتی فراتر از محدودیت‌های فیزیکی حرکت کنیم. ما با استفاده درست از ذهن و کلام می توانیم انسان بودن را واقعا درک کنیم. دوست من، کلمات خیلی فراتر از آن چیزی که می دانی قدرتمند هستند. کلمات حاصل ذهن هستند و جوهره ارتعاشی را در خود جای دادند، چیزی که به جهان تنین انداز می شود و آنچه که با فرکانس های درونی ما هماهنگ است را به زندگی ما باز می گرداند. اتحاد ذهن و کلمات همان گونه که در آموزه های باستانی آمده است زندگی را به وجود می آورد. تو و گفتگوی درونیت یکی هستید و تغییر ذهنت مستلزم تغییر گفتگوی درونیت است. برای رسیدن به خواسته هایت باید اطمینان حاصل کنی که مکالمات درونیت با اهداف تصور شده تو یکی هستند. همانطور که آموزه های باستانی تأکید می کنند، کلمات به ما نزدیک هستند و در دهان و قلب ما ساکن هستند و به ما قدرت می دهند تا زندگی را به جای مرگ، خیر را به جای شر، خوبی را به جای بدی و برکت را به جای نفرین انتخاب کنیم. در این جهان واقعیتی وجود دارد که شاید همان را می دانند ولی به آن آگاه نیستند. واقعیت این است که هر بذری را که بکاری همان را برداشت می کنی. بذر گندم گندم می دهد و بذر ذرت ذرت می دهد. بذر موفقیت باید کاشته شود تا محصولی سرشار از موفقیت برداشت شود. اگر خواهان موفقیت هستی، باید بذر موفقیت را در ذهن خود بکاری. دوست من، کلید موفقیت در باورهایی است که تو به عنوان حقیقت در درون خود میپذیری، نه لزوماً آنچه که تو در واقعیت بیرونی میبینی. حقایق بیرونی یا همان واقعیت تغییر پذیر زندگی ممکن است در ابتدا با باورهای جدید تو در تضاد باشند، اما با پافشاری بر اهداف و باورهایت در نهایت با واقعیتی که تو در ذهن ساخته ای همسو خواهد شد. دوست من، تو باید تمامی این قابلیتها را بیاموزی تا بتوانی از تمامی قدرتهای نهفته خود در این زندگی بهره ببری. تمامی این قابلیت ها در دوره های آموزشی بنده به دوستان آموزش داده می شود. در دوره ها به تو آموزش داده می شود که چگونه جسم، ذهن و زندگی را تحت کنترل خود در بیاوری. روی مراکز انرژی بدن کار می شود، روی پاکسازی قلب و ذهن کار می شود و همچنین روی پاکسازی قده پینال کار می شود. تمامی این آموزه ها برای این است تا تو بتوانی با خود واقعیت آشنا شوی و آگاهانه یک زندگی زیبا را تجربه کنی. دوست من، برای شرکت در دوره ها می توانی از طریق واتساپ به شماره 2049-176-728-95-843 پیام بدی. جهان در حال تغییر است و مردم در حال بیداری و من مطمئنم که هر کس مسیر خود را پیدا می کند. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان، دوستدار تو عرفان.